جمهوری اسلامی نیست که شکی نیست، اینا خودشون به وجود آورنده انقلاب بودن، در تعامل در زندان کرمانشاه یه بدبختی رو کشتن، شناسنامه‌اش رو دادن به این به اسم ویکتوریا دولتشاهی و این ویکتوریا دولتشاهی رفت زیر خاک، شناسنامه‌اش رو دادن دست اقدس پشکویی، اومد رسید به سوئد، تو سوئد اسمش رو عوض کرد، با تغییر یک سال سن کمتر شد ویکتوریا آزاد. چرا باید فائزه هاشمی از چند زاویه مورد پردازش قرار بگیره؟ اینکه امروز فائزه هاشمی در رسانه میاد صحبت میکنه و رسانه های خارجی مخصوصا رسانه های عربی میان اونو بولدش میکنن، از طرف هواداران و طرفداران جمهوری اسلامی چیز عجیبی نباید باشه. ولی چرا ویدیویی که مربوط به سال 89 یا 90 در قبرستون شهر ری هست استفاده میکنم به عنوان اینکه این ویدیو تازه پخش شده و مال تاریخ جدیده که یه سری بسیجی آتش به اختیار یا خط داده شده یا دیکته از پیش طراحی شده و اعلام شده بهشون اومدن رفتن به فائزه هاشمی حمله کردن و الان اینها افتادن در تکاپو این امر هستن که بریم از فائزه هاشمی به عنوان یک آلترناتیو حمایت کنیم. مگه غیر از اینه که فائزه هاشمی دختر شخصیه که از سال 57 با قتل و غارت و خون و خونریزی نفر دوم مملکت بود تا زمانی که از چرخه قدرت گذاشتنش کنار؟ آیا فائزه هاشمی که در کنار پدرش از سفره انقلاب منافع مختلف رو برد و خورد، چه خودش، چه برادراش، چه فاطمه خواهرش، و در قتل و غارت و کشتار مردم ایران مستقیما سهیم هستند، مگه صلاحیت اینو داره که امروز بشه آلترناتیو برای براندازان؟ اون میتونه آلترناتیو باشه برای اصلاح طلبان و کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبندن، مثل آقای مهدی خزعلی، مثل خانم اقدس خوشگویی ویکتوری آزاد، مثل آقای شهرام همایون که میان تو برنامه هاشون از فائزه هاشمی بوت میسازن و میگن نباید سرنوشت و زندگی فائزه هاشمی رو با پدرش مقایسه کرد یا به اون پیوند زد چون پدرش فلانی بوده، نباید، این یه شخص جداست. کی به شماها، کدوم بخش از مردم به شماها این صلاحیت رو دادن که در سال 57 بلند شید یک شورش ننگین و کثیف ضد ایرانی رو با مافیای قدرت، با اتحاد جماهیر شوروی، با آلمان شرقی، با آمریکا و انگلستان و فرانسه و همه اینا طراحی کنید، حکومت پادشاهی رو خارج کنید، شماها سال 57 نسخه بپیچید برای مردم ایران، مردم ایران رو 42 سال به فلاکت و بدبختی بکشونید، نابودشون بکنید، در قتل و غارت و فساد و همه چیز سهیم باشید، الانم باز دوباره شما بیایید برای مردم ایران تصمیم بگیرید؟ کی همچه اجازه ای رو به شما داده؟ شما با کدوم وکالتنامه از طرف مردم ایران میایید افراد رو تطهیرشون میکنید؟ کی به شما این اجازه رو داده؟ شما جایگاه خودتون اول بیایید تثبیت کنید، ببینید اصلا جایگاهی دارید یا ندارید، اگر هم دارید کجا هستید؟ یک سری افرادی که ثابت کردن حتی در زمانی که گفتن براندازیم دروغ گفتن، هر لحظه روی شاخه بودن، مانیفستشون مانیفست تجزیه طلبانه است، روبروی شاهزاده رضا پهلوی ایستادن، روبروی خاص قلبی مردم ایران ایستادن، شعارهای مردم داخل کشور رو سرکوب کردن، جلو اونها سد شدن، امروز اومدن از یک عامل انگلزادهی حمایت میکنن که میلیمتر میلیمتر اعضا و جوار بدنش با خون مردم ایران آغشته شده. جناب قاسم شما بفرمایید تا من عکس اینو پخش کنم.
بله خب من این مطلب رو از اینجا ادامه بدم که هر زمانی که جمهوری انگلنشان آخوندی، جمهوری عبری عربی، کمونیستی اسلامی قاسم بر ایران، وقتی من اول یه توضیح بدم راجع به این جمهوری عبری عربی کمونیستی اسلامی قاسم بر ایران، وقتی صحبتمون عربی میاد دیدم میسه دوستان توی اینستاگرام انتقاد کرده بودن که آقا ننویس عربی. ببینید وقتی شما علی خامنه ای رو میبینی، وقتی جنتی رو میبینی، وقتی خمینی رو میبینی، وقتی خاتمی رو میبینی، وقتی اون یکی خاتمی گرازه رو میبینی، وقتی اندیشه اینها رو میبینی، اینا تازی زادن. اون کسی که عرب هست یا اون کسی که عرب زبان هست، ما مردم عادی ما کاری نداریم. یک حکومتی رو در ایران چپوندن و مدعی شدن این حکومت حکومت جمهوری اسلامی ایران است، در صورتی که در این حکومت هم آنوسیا هستن در رأسش، هم تازیان هستن، هم کمونیست ها هستن، هم اسلامیون هستن. این چیزی که به اسم جمهوری اسلامی گذاشته، جمهور این اراذل و اوباشی که من مطرح کردم و هدف رأس جریان هست، دوستان اینو بهش دقت کنن. اما هر زمانی که این انگل توی تنگنا میفته یا نیاز داره برای یک اتفاق داخلی، یادتون باشه صحبت قبلی گفتم دو تا جریانی که داخل ایران مأموریت دارن انجام میدن، الان از هر ابزاری استفاده میکنن برای اینکه بتونن جایگزین یا ارادت خودشون رو به مافیای اصلی نشون بدن. توی این وسط یک انگل کثیفی به اسم قاسم سلیمانی رو ارباب بزرگ، که ارباب منطقه باشه منظورمه، با حمایت ارباب بزرگ که در آمریکا هست، این انگل کثیف رو از وسط ورش میدارن به اسم قاسم سلیمانی. طب و این قاسم سلیمانی میشه محور، خوب دقت کنید، قاسم سلیمانی میشه محور یا هیزم تنور انتخابات بعدی دو طرف. یعنی چی دو طرف؟ تبلیغاتی که صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی و این بخش مشتبه خامنه‌ای و میثاق ولایتی ها انجام میدن، از قاسم سلیمانی یک خمینی دیگر ساختن، از یک تروریست بچه کش، آدم کش، ایرانی کش جانی یک فرشته فلان ساختن تو تبلیغاتشون. خب اونها این وریا تلاششون و تمرکزشون رو میذارن که خودشون رو وصل کنن به قاسم سلیمانی و اون تبلیغاتی که تو جامعه شده، جامعه ایران رو دو شبه کرده. یه بخشیش، یه بخش اندکیش طرفدار قاتل سلیمانی شدن، بسیجی ها و اراذل و اوباششون، یه بخش زیادش هم مخالف قاتل قاسم سلیمانی هست، که اون مخالفان قاسم سلیمانی در حقیقت مخالفان سیستم جمهوری اسلامی هست و نفرتی که به جمهوری اسلامی دارن، وقتی اسم هر کدوم از این اراذل و اوباششون مثل این فخری زاده یا دیگر اراذل و اوباششون میاد، فحش خارمادار رو به کل جمهوری اسلامی میدن. اما اینها با از با به قول یارو گفتنی سقط کردن قاسم سلیمانی، دو طرف این جریان میخوان استفاده کنن. اونا خودشون رو، یعنی کاندیدای اون جریانی که به زودی مطرح میشه، خودش رو برادر دوقلوی قاسم سلیمانی معرفی میکنه. این وریا برای جلب توجه باید حمله کنن به قاسم سلیمانی و انتقاد کنن قاسم سلیمانی. چرا؟ اونا وقتی دفاع میکنن هم مورد توجه مخالفان قرار میگیره، مخالفان جریان سلیمانی و کل نظام، هم مورد توجه موافقان سلیمانی قرار میگیره. این برای جریان هم به همین صورته. شما وقتی حمله کن، یعنی فاحشه هاشمی وقتی میاد حمله میکنه به قاسم سلیمانی، در حقیقت هم مخالفان قاسم سلیمانی رو داره با خودش یک راه میکنه، یک دست میکنه، هم تبلیغاتش در موافقان قاسم سلیمانی تأثیر گذاره، ایجاد سر و صدا میکنه. این روند در سالهای گذشته و در دورهای گذشته هم تکرار شده، منتها به صورتهای مختلف. حالا چون نزدیک به این به قول معروف روشن کردن این تنور انتخاباتیشون هستن، اینا باید بیان از مهرهای کلیدی مثل فائزه رفسنجانی توی این جریان سوروسی و در آینده تو اون جریان اونوری یکی مثل احمدی نژاد یا امثال اینها استفاده میکنن برای ایجاد تبلیغات گسترده
در فضای رسانه‌ای داخل ایران و خارج ایران. فائزه هاشمی رفسنجانی میاد یک حرفی رو میزنه، این میشه نقل و نبات رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران که بیان به قول جناب کمالپور از خانوم فلان 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 باید حمایت کنی. اون جریان میاد در دفاع از سلیمانی حرفی میزنه، اون هم باز میشه نقل و نبات به قول معروف جریان‌های سیاسی خارج از ایران و رسانه‌ها. یعنی اتوماتیک با یک حرکت تو تمام سطح رسانه اینا جای خودشون رو باز میکنن، حالا چه به نقد، چه به که نقدشون کنن، چه حمایتشون کنن، در صورتی که فائزه هاشمی رو اکثر این رسانه های خارج از ایران و جریان هایی مثل اقدس پشتگویی و این اراذل لباش 57ی فائزه رفسنجانی رو به عنوان یک شیرزن دارن ازش نام میبرن. خوب به این دقت کنید. حالا این روند میره جلو تا نزدیک انتخابات. نزدیک انتخابات یه دفعه میبینید شما فائزه هاشمی بغل دست سکل میرزایی میاد اگر خودش رو کاندید نکنه یا کاندیدش نکنن یه دفعه میبینید مثلا بغل دست یه کسی مثل شیرین چیه اون یارو وکیله چیه که توی هتل میبینه نسل ستوده، یه دفعه میبینید بغل نسل ستوده در میاد، یه دفعه میبینید بغل تاجزاده در میاد. یعنی چی؟ یعنی اون نماینده اصلاح طلب رو شاخصش میکنن با این جنجالی که توسط فائزه اومده بالا. اون جریان مقابل هم به همین صورت و این بازی که سالیان سال ما ملت ایران رو دارن باش فریب میدن که خوشبختانه در انتخابات دوره گذشته یعنی اسفند ماه گذشته که ما بازی دارت رو شروع کردیم و استارتش رو زدیم و نتیجه بسیار بسیار خوبی هم داشت که دیدید 3-4% هم در انتخابات جمهوری انگلشان آخوندی شرکت نکردن. این اون شرکت نکردنه باهوشی ملت ایران بود و فعالیت امثال ما. اما کاری که الان دارن با فائزه هاشمی و امثال اینها میکنن، مهدی خزعلی توی یه جمله‌ای الان جناب کمالپور دارش، مهدی خزعلی که نماینده جریان سوم در داخل جمهوری اسلامی هست و به عنوان مخالف جمهوری اسلامی رسانه های خارج از کشور دارن اینو تو گوش من و شما میکنن، یا آشغالی مثل شهرام شارلاتان میاد میگه هر کسی مخالف مهدی خزعلی مزدور جمهوری اسلامیه، یکی نیست بشه که آخه بیشرف این بچه جمهوری اسلامیه، مثل جریان روح الله زم، اینا بچه های جمهوری اسلامی هست. فائزه هاشمی بچه جمهوری اسلامیه. من اگر میام مخالفت میکنم با فائزه هاشمی، من میشم مزدور جمهوری اسلامی. اینه که زاده جمهوری اسلامی میشه مخالف جمهوری اسلامی و وطن پرست. حالا تمام این اتفاقات دوستان برای اینه که الان جناب کمالپور توضیح دادن یه ویدیویی که مربوطه به سال 90 توی یوتیوب هست، اونهایی که میرن اون ویدیوها رو برمیدارید همینجوری دیگه میپخش میکنید، سرچ کنید توی یوتیوب حمله سعید تاجیک به فائزه هاشمی، ببینید تاریخ آپلود این فیلم مال 2009 2010، ولی این فیلم رو میارن امروز یه آشغال های مثل اقدس کمالپور گذاشتین رو صفحه یادم، اینو میارن به عنوان اینکه حمله بسیجی هان به شیرزن ایرانی فائزه هاشمی رفسنجانی در سر گور پدرش. این اون جاییه که امثال ما وقتی میایین این جریان اراذل اوباش مثل ایران خاران رو میزنی، بعد میان به ما فوش میدن. اینجا تو پرانتز باز کنم، جالبه اینم بگم، شنیدم جدیدن اون یارو کلاغه بود قاچاق فروشه اومده مدعی شده که من ویدیوهای من 40,000 تا بازدید داره، من گنده ترین آدم. آقای اولاق، آقای کلاغ، بذار یه مثال واسه بزنم. ما توی ادبیات یا توی مثال‌های فارسی یه مثال داریم، اینو میگم که دوستان بعدا کاتش کنید، حتما پخش کنید، خطابم به این کلاغ یک مادر 2500 تا پدره که یکی از پدراش هم بختیاره که ما نمیدونستیم، بختیار لعنت الله علیه. اول بگم آقای کلاغ، وقتی ما اومدیم گفتیم بختیار مدارک شاهنشاه آریامهر رو باطل کرد، یک مستندی یکی از شبکه‌های
آلمان که به زبان فرانسوی هم هست پخش کرد چند وقت پیش در مورد شهبانو. توی اون مستند گوینده مستند داره توضیح میده که میگه مدارک روادید شاه و خانواده شاه توسط دولت ایران باطل شد و از اعتبار ساقط شد. میتونی بری مستند رو پیدا کنی. اما آقای کلاغ میگن چاه باید خودش آب داشته باشه. چاهی که آب داشته باشه، خودش آب داشته باشه، منبع و منشأ زندگیه، زنده است، چاه آبه، امید بهش هست، زندگی توش هست. خب اما چاهی که با سطل آب بریزی توش، چاه توالته، با سطل آب میریزن توش که بره پایین. حالا چرا این مثال رو برات زدم کلا؟ وقتی ویدیو میذاری 3 ساعت و نیم زر میزنی و ویدیو تو میبندی، کلن 700 نفر دیدنت و ظرف 24 ساعت 700 نفرت میشه 750 نفر یه دفعه میشه 12,000 نفر. میدونی معنیش چیه؟ معنیش همون چای توالت است. میری مواد میفروشی توی آلمان، خب ننت جای دیگه یه کارایی میکنه پولشو بهت میده و بعد شما میای 200 یورو میدی به فیسبوک که فیسبوک برات اون زیر عدد بنویسه. اولاق اون زیر وقتی مینویسه 12,000 تا مال تو، 12,000 بخر ندیدم ویدیو تو، که فیسبوک اون زیر 12,000 مینویسه برات. توی اون برنامه که میخوای بری پول بدی برای فیسبوک نوشته اگه 50 یورو به من بدی من مثلا اینو عدد رو برات میکنمش مثلا 10,000 تا، اگه 100 یورو به من بدی من اینو میکنمش مثلا 100,000 تا یا مثلا 20,000 تا، اگر 150 یورو به من بدی من میکنمش 30,000 تا. عدد رو برات میکنه 30,000 تا. کلام اسکل 15,000 نفر نمیشینن تو رو ببینن، اون زیر عدد میفته و میاد میگی 500 نفر شیر کردن. خب برو شیرات رو نگاه کن. اینو دارم بهش میگم که بهش بفهمونم اولاق وقتی میگی 500 نفر برنامه ما رو شیر کرد، من الان ما تو رستاخیز داریم میگی مثلا 1,000 نفر برنامه ما رو شیر میکنن. خب میری نگاه میکنی میبینی از این 1,000 نفری که شیر کردن، از این 1,000 نفر 700 تا اکانتن، اکانت حقیقی، اکانتی که آدم توشه، اکانتی که میشناسی این اکانتو. اما تو خود اسکله با 3 تا صفحه میری تو 50 تا گروه میذاری میشه 150 تا، 150 تا هم ننت میذاره میشه 300 تا، 100 تا هم اون جک و جونو برای دور و برت میذارن میشه 500 تا. یعنی کلن 4 نفرید، 4 نفر کلن 4 نفرید. و وقتی اون زیر عدد میذاره من و جناب کمالپور ما این کارو نمی کنیم. اما اگر دوست داشتی، اگر دلت خواست یکی از لایف هامونو بوست میکنی بدیم فیسبوک، پول بدیم به فیسبوک بچرخونه، بعد چشمات گیج بره عدد زیرشو بخونی. بنابراین آقای کلا وقتی میگی من گنده ترین آدمم چون شده 10,000 تا، بدبخت. تو چاه توالتی که داری با سطل آب میریزی توش. رستاخیز سیمون وقتی برنامه میذاره ما داریم صحبتمونو میکنیم، دوستان دارن میبینن و دارن پخش میکنن، برای همین میفرسن. آدم میشینه این برنامه رو گوش میکنه، ایرانی میشینه این برنامه رو گوش میکنه، فیسبوک نمیه اون زیر عدد بنویسه برات. اینو بهت گفتم چون هیچ کدوم از این کسایی که اون تیم شهرام شارلاتانی که اومد توی آلمان و گفت این بازی جدید و با اون جانور توی سوئد یه یارو هست با کامرانگاری، چی بود اسمشه، یه چاغالی هست یه روزی طرفدار کامران قادری بود، یارو دشمن اون شد، یارو دشمن ما شد، یارو دشمن این شد، یارو جفتک به اون میندازه و اون دیگرانتون، اون سناریو شهرام هماینی. اینو بهت گفتم چون اونا نمیدونن، نمیتونن بهت جواب بدن. اما من بهت میگم چاهی که آب بریزی توش چاه توالت است. چاه باید خودش آب داشته باشه. مردم باید خود مردم باید دنبال آدم بگردن. اینو بهت گفتم کلاغ که یادت نره. خب مهران جان نمیدونم چیزو گفتی، آن صحبت مهدی خزعلی رو بعد از صحبت لطفا بذارش، اینم قابل توجه شهرام شارلاتان و عرضه رو باش. آره بریم صحبت مهدی خزعلی رو گوش کنیم در رابطه با
جالبه که این یه مثلا اپوزیسیون جمهوری اسلامیه، بعد مثلا شهرام همایون هم اپوزیسیون جمهوری اسلامیه، بعد دعوت میکنه از مهدی خزعلی که توی برنامهش بیاد بره مثلا چه حرفایی رو بزنه، همین خزعلی میره تو تلویزیون ایران اینترنشنال میگه که بیایم از جواد ظریف حمایت کنیم، توی تلویزیون شهرام همایون از فائزه هاشمی حمایت میکنه، اونجا میره از ظریف حمایت میکنه، نمیدونم واقعا. بعد مردم هم حرف هم که بهش بزنی شما میشین مزدور جمهوری اسلامی. دقیقا ما میشین مزدور اون آقایی که 42 ساله نشسته از سفره جمهوری اسلامی داره میخوره، تو خونه قصبی نشسته، تو خونه قصبی هم نماز میخونه، هم روزه میگیره، هم غذا میده زن و بچهش میخورن، همه این کارا رو کرده و هیچ چیزیش هم با ادعا و ایدئولوژی مذهبی خودش همگون و همخونی نداره، اصلا هارمونی نداره با هم دیگه، اون میشه میهن پرست. بعد بقیه نسلای بعدیشون که اینها پوستشون رو کندن همه میشن مزدور جمهوری اسلامی. بریم ببینیم چی میگه برگردی. واقع از مشروطه شروع شده و از فرار در فرانسه 235 سال پیش شروع شده اون انقلاب فرانسه، خب طبیعتا خروجی انقلاب مشروطه یک استبدادی بود، خروجی انقلاب 57 استبداد ایدئولوژیک شد، خروجی انقلاب فرانسه استبدادی شد به تاجگذاری ناپلئون انجامید. من میخوام عرض کنم که ما موفق بودیم، این مسیر باید طی بشه، مردم بایستی تک تک اینها رو امثال امثال اصلاح طلبان و اعتدالیون رو هم امتحان کنن، ولی باید به مسیر پیش بریم و این مسیر ادامه داره، اصلاح هم میشه. هر جا میبینید ما عقب رفتیم، تندروی های افرادی است که اومدن به هم زدن. تحریم نباید کرد، باید مبارزه مدنی عاری از خشونت رو ادامه داد. دلم به مرگ کسی نبندیم، یک رفته یه بدتر میاد. لذا اونهایی که دل به مرگ مثلا رهبری بستن یا به ترامپ بستن، نه به خارج از کشور نه به مردن آدمها، ما باید بتونیم حتی شده مثل رئیس جمهور سفید آفریقای جنوبی دکلر رو بیاریم دم سلول نلسون ماندلا و آپارتاید رو اونجا منسوخ کنیم. این بهترین روش و کم از روش. اگر خیلی کوتاه بخواید محبت بکنید، امید خودتون به چه کسی است؟ چون خانم فائزه میگه آزموده رو آزمودن خطاست، برای همین خیلی از کسانی که الان هستن و میخوان کاندیدای ریاست جمهوری بشن طبیعتا ایده نیستن، ایدئال نیستن. من ایده ها با آقای هاشمی رفسنجانی، با آقای کروبی، با همون عزیزانی که در حسرم هستن اون موقع مطرح کردم و اینها واقعا موافق بودن. من معتقدم این تلاش مدنی رو ادامه میدیم. الان هم بله یه کسی مثل بنده اگه بیاد میتونه با تعامل راهو حل کنه، اما اگه بنده رد صلاحیت کنن، بهترین فرد برای نجات که ادبیات دیپلماتیک داشته باشه و بتونه انجام بده برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آقای دکتر ظریف. متشکرم، اجازه بدین. بله ایشون اپوزیسیون جمهوری اسلامیه، اپوزیسیون در واقع علی خامنه ای فقط. چرا؟ چون سر سفره انقلاب که نشستن به اینا گفتن شما یه مقدار عقبتر بشینید، دو تا قاشق کمتر بخورید، از اون غنایمی که بعد از سال 57 داشتن تقسیم میکردن به اینا کمتر دادن و اینا آتیش گرفتن، حالا میخوان جا به جا بشن با هم دیگه. خب اعتدالیون رو امتحان بکنید. بارها این جمله رو گفتم من، ایران مگه آزمایشگاه؟ مردم ایران مگه موش آزمایشگاهی هن؟ هر لحظه بیان یکی رو امتحان بکنن، یه تیم رو انتخاب بکنن و امتحان بکنن، هر بلایی که دلتون میخواد با اسامی و عناوین مختلف سر ایران و مردم ایران بیارید. اگر ایشون رو رد صلاحیت بکنن، بهترین گزینه کیه؟ محمد جواد ظریفه. آقای همایون، این یعنی مهدی خزعلی اپوزیسیون نیست، به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبنده، به اصل یکم قانون انتخابات در ایران التزام عملی به ولایت فقیه، التزام عملی، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت فقیه پایبنده، به مردم داره خط میده میگه شما حتی از آرزوی مرگ خامنه ای هم چشم پوشی کنید، چون هر کی رفته بدترش اومده. بعد حالا اینو بیاریم مشروعیت بهش بدیم، تریبون بهش بدیم. خب آقای همایون، شما که از ایران اینترنشنال اعتراض میکنی بهش و شکوایت پشت سر هم صادر میکنی که
عربستان یک کشور دیگه اومده پول گذاشته تلویزیون راه انداخته، خب شما هم که داری همون کارو میکنی، که شما منکر رسانه ای شدی که خودت همون عملو داری انجام میدی، چه فرقی داره؟ حالا تو داری از جیب مردم دست میکنی، تو جیب مردم زندگی تو میچرخونی و پول روی پول میذاری، مردم رو لخت میکنی. عربستان از منابع نفتی که جمهوری اسلامی داره میفروشه پولو میگیره میده به یه عرب که به اسم عربستان در بیاد، نگن این تلویزیون مال خود جمهوری اسلامیه، اصلا مال عربستان. از شما که مدعی هستی هم همون کارو میکنی. جالبه پنل سیاسی داره آیه همایون، اینو در پرانتز بگم، تو پنل سیاسی 9 نفر 10 نفر میاره، از این 9 نفر 10 نفر یک نفرشون پادشاهی خواه هست، بقیهشون مخالف پادشاهی و بعضیشون هم موافق جمهوری اسلامی، مثل مهدی خزعلی، مثل ویکتوری آزاد، مثل حسین بور، اون یکی چیه تجزیه طلبه میاد، کاوه آهنگری با اسم اصلی عثمان زرقندی که تجزیه طلبن اینا هستن، علی جوادی کمونیست هست و دیگران هم هستن. در قبالش در مقابل همه اینا میاد یه پادشاهی خواه رو میاره، دانشش خوبه، آگاهی خوبی داره، فن بیان نداره، اصولا کسانی رو میاره، تا قبل از اینکه رابطش با فؤاد پاشایی به هم بخوره فؤاد پاشایی رو میابرد که نه دانش داشت نه فن بیان داشت، الان رابطش با اون به هم خورده، کسی رو میاره که یا دانش نداره نمیتونه حرف بزنه، هجویات میگه، فن بیانش خوبه، دانش نداره، یا یکی رو میاره دانش داره فن بیان نداره، اندیشه‌ای که در مغزش هست، صحبتهایی که تو مغزش میچرخه رو قادر نیست انتقال بده به خارج و به مخاطب و یه چیزای هچلفتی رو میبافه. در نهایت برنده کیه؟ چپیها، توده‌ها، کمونیست‌ها، جبهه ملی، تجزیه طلبها، فدرالیست‌خواه‌ها، هواداران جمهوری اسلامی. مردم چی رو میبینن؟ این که یه پادشاهی خواه رفته اونجا قدرت دفاع نداره. خب بهترین ابزار برای رسانه‌هایی که تحت پوشش مافیا دارن کار میکنن چیه؟ دفاع بد یعنی شکست. کسی که میخواد بد دفاع کنه بهتر اصلا دفاع نکنه، اگه دفاع نکنه بردش بیشتره تا اینکه دفاع بد بکنه. این همون ابزارهایی که مردم توجه نمیکنن بهش، توجه هم که میکنن یه دوره رو از ذهنشون پاک میشه، یه تغییر برنامه میبینن میگه آن شاد حالا این برنامه فرق بکنه. خب شهرام همایون رو همه میشناسن دیگه، بعد از اینکه شهرام شارلاتان اسمش ترند جهانی شد دیگه کل دنیا فهمیده که این شارلاتان، خودش هم تو تلویزیونش گفت که شارلاتانه دیگه، از این بالاتر که نداریم که ها. اما چرا ما داریم تنبیدیم به خیلی از مشروعیت ها و در مقابلش رو سکوت میکنیم؟ چرا اعتراض نمیکنیم؟ خب از همین جا شکل میگیرن اینا. پس وردا تو ایران بعد از جمهوری اسلامی اگر خواسته باشن چیزی رو به ما تحریم کنن، عاملش همین سکوت های ماست. سکوت نکنید. بفرمایید جناب قاسمی. بله سپاسگزارم. نه دیگه صحبتی نیست جناب کمالپور. خب اصلا صحبتی نیستش. یه فیلم دیگه هم داریم ما، اینم پخش کنم. از کیه؟ از قاسم شعله سعدی. دوستان کسیه که خب بس جناب کمالپور، پس اینجوری دستبندی کن، این جریان سومی که داخل ایران توی رسانه ها از جمله شهرام شارلاتان تو پنل سیاسی تو فلان و فلان هستن، همه اینا، یعنی این کسی که الان جناب کمالپور میخواد ویدیوشو بذاره، یا مهدی خرلی، یا اون یکی عثمان زرقندی، یا امثال اینها، تمام اینها توی جریانی هن که بهش میگن جریان سوم، که همون مهدی جلالی تهرانی خیلی وقت پیش اومد مطرحش کرد که مستقیم دنبال تجزیه ایرانه، که سرش میشه همون سروس، جانوران زیر دستش از علی جوانمردی بگیر تا همون مهدی جلالی تهرانی بزن بیرون، تا دیگران و دیگران و شهرام شارلاتان و عثمان زرقندی و حزب دموکرات کردستان و نمیدونم قاسم شعله سعدی و
دیگه کیا توشن دیگه؟ عره و اوره و شمسیکرو و اشمت تبرزدی و اشمت تبرزدی، تمام اونها توی همین چیزی هست که الان جناب کمالپور داره ویدیوشو میزنه. همه اون جریان یک نمادش فائزه هاشمی بود، یک نمادش مهدی خرعلیه که صحبتش رو شنیدید، یکی دیگه از باسواداش اینی که الان جناب کمالپور میزنه. این آقای قاسم شل سعدی یک حقوقدانه، دکترای حقوقه و دو دوره نماینده مجلس بوده، یک دوره رفته ثبت نام کرده برای ریاست جمهوری، در ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، در نمایندگی مجلس رد صلاحیت نشده و رفته تو مجلس نشسته. همونطوری که الان چند دقیقه پیش عرض کردم، اولین اصل در ثبت نام انتخابات در شورای نگهبان التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی هم باید اعتقاد داشته باشه یارو بهش، هم التزام داشته باشه، یعنی حرف شنوی داشته باشه. پس این آقا اینو داشته، بعد اومد شد مخالف جمهوری اسلامی، حمایت کرد از 14 معصوم. در اعتراضات در مقابل مجلس ایشون و یکی از همکاراشون رو گرفتن، بعد از 10 روز 20 روز آزادشون کردن. جرمش هم که خب سیاسیه. نه مهران جان ببخشید اشتباه شد، بعد از 10-15 روز از لندن استودیو علیرضا نوری‌زاده سر در آورد. آره دقیقاً، جرمش هم سیاسیه. چطور میشه یه شخصی جرم سیاسی مرتکب بشه، در داخل ایران تجمع بکنه، اعتراض بکنه، ببرنش زندان اوین، متهم هم شناخته بشه، با وثیقه آزاد بشه، با وثیقه که آزاد شد بهش انگلستان ویزا بده، بره انگلستان توی استدیو علیرضا نوری‌زاده برگرده و الان نقش برانداز رو داره ایفا میکنه و ماه گذشته فرانسه خونه پسرش بوده. حالا من بعضی از دوستان گفتم و من شنیدم که حتی آمریکا سفر کرده. چطوریه براندازای دیگه زیر شکنجه میمیرن؟ چطوریه که سعید زینالیا بعد از 22 سال اصلا هیچ خبری ازش نیست، به خانواده‌اش هیچ حرفی نمیزنن که این بشر کجاست، اصلا زنده است، کشتنش، اگر کشتنش قبرش کجاست، کجا دفنش کردن، اگر زنده است الان چه بلایی دارن سرش میارن، آرش صادقی کجاست، چطور اون دست از براندازا اینجوری دارن تحمل میکنن و نابودشون کردن، بعد این براندازا سر از آمریکا و فرانسه و رسانه‌های مختلف در میارن و ادعای گوناگون میکنن. بعد جالبه اینا همش به خاطر سکوت ما مردم ها که سرمون میخوان شیره بمالن طلای جدید. 42 سال شاهزاده رضا پهلوی داره صحبت از نافرمانی های مدنی خشونت پرهیز میکنن و تشویق کردن به اعتصاب سراسری، اعتراض سراسری. الان ایشون آیه شل سعدی رو انتخاب کردن به عنوان دبیر کل راه سوم و هی برای خودشون نامه می نویسن، بیانیه می دن، فراخوان صادر می کنن، اینو محکوم می کنن، اون یکی رو تبرئه می کنن. جالبه این صحبتاشو گوش کنید، بد نیست که باز راه سوم با همین افرادی که آیا قاسمی نام بردن میگه از 22 بهمن فراخوان دادیم که بیایید اعتراضات و اعتصابات رو شروع کنید. خب آقا این که اصلا باید مردم شروع کنن، 42 سال باید شروع بکنن، ولی اینی که تو بیای به نفع خودت و به نفع جریان سومی که یک سیستم تجزیه طلب که مسیرش از فدرالی کردن ایران میگذرد، راه تجزیه ایران از فدرالی میگذرد، همونطوری که راه قدس از کربلا میگذشت. خب
حالا اینا میخوان با تشکیل یک حکومت فدرالی شرایط مهیا کنن برای تجزیه. تازه به این فکر افتادی که تو بیای بگی مردم بیایید منو حمایت کنید، اپوزیسیون و گروه های دیگه و احزاب دیگه بیام این فراخوان رو حمایت کنم، من این فراخوان رو صادر کردم برای اعتصاب و نمیدونم فلان. آقای شعله سعدی به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک وکیل، شاید در کار خودت خبره باشی که اونم ثابت کردی نیستی، یعنی یک وکیل نامبروان هم نیستی، چون اکثر پرونده هایی که طالب عهده گرفتی همه رو باختی، همه رو باختی. در جایگاه فعال سیاسی هم سخنگوی خوبی نیستی، فن بیان نداری، اندیشت بو میده، چون اندیشه بو میده نمیتونی چیزی رو به مردم بیای ثابت کنی. اما با این حال اعتقاد من اینه، به دلیلی که به شما نباید فرصت داد، نباید شما مشروعیت پیدا کنید، همون دردم باید زد ریشتون رو نابود کرد. این ویدیو رو برای مردم میذارم که شما ببینید که این شخص بعد از 42 سال به چه اصل مهمی تازه رسیده که خودش پایبندی به این اصل نداشته، رفته شده نماینده مجلس. چطور آقای شعله سعدی اون موقعی که رفتی نماینده مجلس شدی رد صلاحیتت نکردن، تو این فکر نبودی که بیای بری اعتصاب بکنی، اعتراض بکنی، تحصن بکنی؟ الان که میخوای بشی رئیس جمهور، ثبت نام کردی برای ریاست جمهوری، با حشمت تبر زدی تو اون راه سوم به عنوان دو تن از رؤسای کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کردی، الان به این فکر افتادی که آره بیاییم از این مسیر سوء استفاده بکنیم که به سود خودت تموم کنی؟ ایران که دیروز یک فراخانی من میخوام از راه اندیشه راه سوم، راه نجات ایران که دیروز یک فراخانی دادم. اولا گفتم که 22 بهمن روز نکبت و روز عزای ملت هست و اعلان کردم که از همین 22 بهمن فراخان ما فراخان لافرمانی مدنی و اعتصابات هست، لذا همین هم میتونه به عنوان یه پروژه‌ای که دوستان قبلا گفته بودن در پروژه‌های مشترک میتونن کار بکنن اعلام کنم. اگر که این پیشنهادی که بنده کردم و فراخوانی که دادم مورد قبول دوستان هست، همینجا میتونن به عنوان یک قطعنامه، یک اعلان موافقت هم وارد قضیه بشن، برای که همونطور که جناب آقای حسین‌گل گفتن ما باید به مسائلی که مورد ابتلای مردم هست بپردازیم. یکی از اون مسائل عمده همین عبور از جمهوری اسلامی هست، لذا با توجه به این که راه سوم، راه نجات ایران، یک برنامه و پکیج کاملی رو ظاهراً ارائه داده و وارد عمل شده است، از دوستان میخواهم که در اینجا هم اعلان موضع کنند. خب اینم مثل حسن روحانی، خودش دبیر کل راه سومه، میگه ظاهرا راهکاری ارائه داده اند، یعنی خودش هنوز خبر نداره چه اتفاقی داره میافته، چون سیستم اطلاعات داره راهکار بهشون میده. بابا مردم، ما باید یک جایی متوجه شیم که از کجا، به قول بچه های کف خیابون در ایران، از کجا دارن میکنن تو پاچمون دیگه. زندگیمون که هیچی، مغزمون که سایده شده هیچی دیگه، اینا به پاچه ما هم رحم نمی کنن. کسانی که به عنوان مخالف اومدن وسط، در بخش دیگه همین شخص آقای قاسم شعله سعدی میگه شاهزاده رضا پهلوی که اومدن یه بیانیه‌ای دادن، اسمش هم گذاشتن پیمان نوین. از نظر من که این پیمان نیست، این یک پیام بود، چون پیمان دو سر دارد. آقای رضا پهلوی اون سر تعهدش رو عمل نکرده است،
پس پیمان نیست، پیام است و این پیام قابل اجرا نیست. اگر این پیام که خب شاهزاده رضا پهلوی هم در طول 42 سال از اعتصاب و اعتراض سراسری صحبت کرده، تو چرا الان اومدی روی جریان ساخته شده توسط شاهزاده رضا پهلوی داری موج سواری میکنی؟ علت؟ دیر اومدی، زودم میخوای بری؟ قضا توی مجلس شورای اسلامی چرب نبود خوشی زد زیر دله؟ یا بهت مأموریت جدید دادم با پول بیشتر؟ آقای شلو سعدی، این همه تو رو بردن زندان، چرا حکم صادر نمی کنن برات؟ این همه بردن زندان حکم صادر نمی کنن برات، بیرون داری چی کار می کنی؟ واقعا کاری باید ندارن؟ داری میگی الان ما میخواییم از جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای گذر کنیم؟ به خودت نگفتی که خب همین حرفو دیگران هم زدن، امروز زنده نیستن؟ مگه نوید افکاری آقای شلو سعدی چی گفته بود؟ ستاره بهشتی تو وبلاگش مگه چی نوشته بود؟ اون جوانایی که اومدن کف خیابون مگه چی گفتن به غیر از همین حرف که امروز در بین خانواده‌هاشون و مردم ایران نیستن؟ تو چرا زنده موندی پس؟ تو چرا تو رسانه‌هایی که اسمش رسانه‌های ضد انقلاب توسط اون همپالگیات و اربابانت به این رسانه‌ها میگن رسانه‌های ضد انقلاب، چرا حضور شما در رسانه‌های ضد انقلاب هیچ تأثیری در روند زندگی و امرار معاش شما و سفرهای خارج از کشورتون نداشت و نداره؟ بفرمایید سعید. اصلا خدمتتون که خب این سوال های چرا و چرا و چرا و چرا زیاد بود. همیشه ما البته پوزش میخوام از دوستان تو رستاخیز سیمو که قیافه نحس شرم شارلاتان رو دیدید، این مجموعه شرم شارلاتان کلا به فاضلاب تاریخ سپرده شدن و شرم فقط دنبال اینه که استیکر بفروشه اونجا، حالا یه کارهای انجام بده، اصلا براش مهم نیست عواقبش چی میشه. یه روز دولت میزنه، یه روز جندخونه میزنه، یه روز نمیدونم بیت رهبری میزنه، یه روز مجلس شورای ملی میزنه، یه روز فلان میزنه. بمانم منظورم اینه که این چراهایی که الان جناب گفتید داخل پرانتز دیرم بگیم، الان شهرام همایون سعید جان یک کشور کاملا مستقل داره، دستی کم نگیرش. اول حکومت ملی را انداخت، بعد اومد ارتش با رنگ سفید را انداخت، بعد دولت در تبعید را انداخت، الان هم مجلس ملی را انداخته، دیگه چیزی کم نداره که نه. یه دونه چیز کم داشت که اونم داره، اون از قبل داشت، یه شهرانو کم داره، اون پشت پرده که میگو پرده رو بزنید کرار همشه، اونو من خبر ندارم. حالا به هر حال این سوالایی که جناب کمالپور پرسید هیچ وقت پاسخ داده نشد، نه در مورد نوریزاد، نه در مورد تبرزدی. من یه سوال از تبرزدی پرسیدم، تبرزدی مدعیه که 18 سال در زندان بوده، از اونجایی که برای امام خامنه ای تبلیغ میکرد، مرجع امام خامنه ای تو پیام دانشجو و تو خیابونها، به بعدش که من 18 سال تو زندان بودم. بعد یه جایی من خفتش کردم ازش، اونجا پرسیدم آقای تبرزدی چند تا بچه داری؟ بعد که من 8 تا بچه دارم، بزرگم نمیدونم 18 19 20 سالشه، بزرگم 22 سالشه، 23 سالشه، کوچیک کوچیکم 7 سالشه. گفتم شما 18 سال در زندان بودی، کی زحمت اینا رو کشیده؟ اینا از کجا اومدن؟ و خونه چند میلیاردی تو سعادت آباد خیابان 24 20 خیابان 24 سعادت آباد، خیابانیه که فائز هاشمی رفسنجانی اونجا یک برج داره به قول یارو گفتنی. این تبرزدی هم خونش همونجاست، همین شوره سعدی و همسر این جانوران هم همونجا هم. و سواله که الان جناب کمالپور پرسید، این سوالا هرگز پاسخ داده نخواهد شد تا زمانی که جمهوری اسلامی بیفته و آرشیو بزنه بیرون که اینا چه مأموریتایی داشتن. یوتاب ایرانی دوستان همتون یادتونه، برای شعار نویسی 5.5 سال برای زندان بریدن و الان در زندانه. خیلی از بچه های دیگه، خیلی از مبارزان دیگه که با همین ارازل و باشه شهرام شارلاتان و اون یکی جانورانی مثل میترا جشنی و امثال این آتاشخالا ارتباط گرفتن، همشون متاسفانه الان در زندان های جمهوری انگرنشان آخوندی هستن. اینجا بود که شهرام همایون اومد و گفت این شماره واتساپ منه،
مردم جوونو از داخل ایران به واتساپ من پیام بدید، فیلم و ویدیو از طریق واتساپ برای من بفرستید. دلیلش این بود که اون شماره تلفن همه بچه‌های ایران رو با همون اسنادی که براش میفرستادن فوروارد میکرد برای عرازل و باش رفیقای خودش در وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات و همه این بچه‌ها دستگیر میشدن. نه اون نکاتی بود که ما همیشه تو رستاخیز سیما میگفتیم، ولی متاسفانه خیلی از دوستان شاید فریب تبلیغات منفی این جانوران رو خوردن و دیدید که بسیاری از دوستان گرفتار شدن. مرا جان وعده برنامه آینده رو بدین. جان میگم وعده برنامه آینده بله رو بدین. هفته دیگه برنامه دیگه داریم، یه برنامه کاملا مفصل. حالا دو فازا داریم آماده میکنیم، چون تو تبلیغ این برنامه اگه دقت کرده باشین زده بودیم که سه برنامه پی در پی. حالا احتمال داره هفته آینده به اگر آقای دکتر مهراد زمان داشته باشن به یکی از این دو فاز اصلی بپردازیم، تحقیقاتی که شده، چارت بندی که اتفاق افتاده انجام دادیم، اونو براتون افشاگری خواهیم کرد، اطلاع رسانی میکنیم. اگر نه در رابطه با مسئله بعدی که انتخابات آمریکا، ترامپ، جو بایدن، اسرائیل، جمهوری اسلامی، مردم ایران، اپوزیسیون خارج از کشور، به این مقوله خواهیم پرداخت. دوستانی که تمایل دارن به عنوان مدافع عملکرد ترامپ در برنامه ما حضور داشته باشن میتونن پیام بدن، ما با کمال میل میایم تو برنامه 3 نفری، 5 نفری، 7 نفری در این رابطه با زمانبندی مشخص صحبت میکنیم. یک بار برای همیشه مردم ایران نسبت به این قضیه حواسشون جمع بشه، برای سالهای بعد فریب نخورن. از اینکه در برنامه ما حدوداً 3 ساعت شرکت کردیم، با ما همراه بودید، از یکایی که شما سپاسگزاری میکنم. اگر زحمت بکشید در پایان برنامه یک بار دیگه این برنامه را اشتراک گذاری کنید در گروه هایی که هستید، سپاس ویژه خواهم داشت. براتون بهترین ها را از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاویدچا تنها کلام من است و ایران تنها سرای من است. بله، من هم سپاسگزارم از همه دوستان عزیزان، جناب کمالپور و دوستانی که توی برنامه بودن. لطفا پخش کنید، کانال های ما را فالو کنید، مخصوصا توی یوتیوب. پاینده ایران، جاوید شاه و خدا نگهدار.